شب گذشته 16 جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای عظیم رمضان 1443 قمری برگزار شد. در جلسه دیشب موضوعهای اعتبار تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اعتبار کتب دعائم الاسلام، اعتماد بر احادیث و کتب زیدیه، حکم بلاد کبیره و ملاک در تعیین آن، موضوع وجه انصراف بلوغ از اخبار عامه و حکم کفخانی درباره اخبار آینده مطرح شد. در ادامه جلسه پرسیده شد که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از ظهور در قضاوت به ظاهر حکم می‌کنند یا به واقع بر طبق علم آن حضرت؟ حضرت آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ فرمودند: حتی پیغمبر فرمودند صلی الله علیه و آله من به واقع فتوا نمی‌دم در قضاوت، و انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. فرمودند که اگر من در قضاوت حکم کردم که این خونه مال زیده و زید میدونه خونه مالش نیست، نگه چون پیغمبر گفتن پس این خونه مال من شد، بنا نبوده به واقعیات عمل کنه. یسیر و به سیرت جده رسول الله روایت صحیح هم هست، یسیر و به سیرت جده امیر المؤمنین روایت صحیح هم هست. روایت داره که یسیر و به سیرت داوود، حضرت داوود خدای عز و جل بهش خطاب فرمود که احکم بین الناس، گفت خدایا من چجور حکم کنم؟ فرمود اضفهم الى اسمی، مثلا مضمون روایت، و حلفهم و اطلب منهم البینات. امام زمان عجل الله فرجه الشریف تشریف که میارن حسب روایات صحیحه غیر از یکی دو تا سه تا استثناء، فقط یکی دو تا سه تا استثناء داره، اگر نه هیچ به واقع عمل نمی کنه، نه قبول بکنه، نه قبول بکنه. چون خدا خواست مردم امتحان بشن، نباید هر دروغی تو کف دست طرف گذاشته بشه. از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه علمی شب گذشته، وظیفه اهل علم و مؤمنین در مقابل گروه‌ها و افراد گمراه، حکم اسلام یا کفر مخالفین در دنیا و آخرت، حکم محرمیت ربیبه، تبعیض در تقلید، علم غیب امام علیه السلام، برخی از احکام مهریه و جهیزیه و استطاعت حج بود که بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوال‌های مطرح شده پاسخ فرمودند.